بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. منع حضور زنان در مراسم‌های محرم در افغانستان. آغاز فعالیت مجمع جهانی هیئات و مواکب حسینی در عراق به مناسبت محرم الحرام 1445. نگرانی ها از افزایش ناگهانی قیمت برنج در سطح جهانی. هند 74 مسلمان روهینگیا را بازداشت کرد. سلام بر حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و سلام به شما حسینیان، وقت بخیر. من مهدی بهنام با اخبار شیعه از امام حسین تیوی در خدمت شما هستم. منابع محلی در استان غزنه افغانستان میگویند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این استان حضور زنان را در مساجد و حسینیه ها ممنوع کردند. منابع روز دوشنبه 2 مرداد گفتند که اداره امر به معروف طالبان در غزنه به شورای علمای شیعیان در این استان هشدار داده است که تا به زنان اجازه ندهند که در مراسم عزاداری دهه محرم حضور یابند. به گفته منابع، مأموران امر به معروف هشدار دادند که در صورت سرپیچی از این امر، امامان مساجد و اعضای خانوادگی زنان که در این مراسم ها حضور داشته باشند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. گفتنی است که طالبان در هرات نیز تجلیل از دهم محرم را به 4 نقطه شهر محدود کردند و نسبت به حضور زنان بی حجاب در مراسم عزاداران حسینی در این استان هشدار دادند. 2 روز پیش شورای علمای شیعه افغانستان با برگزاری نشست خبری در کابل از طالبان خواستند تا محدودیت‌ها بر عزاداران حسینی را بردارند و مانع آزادی‌های مذهبی آنان نشوند. این در حالی است که گروه طالبان تاکنون نه تنها به درخواست شورای علمای شیعه و مردم توجه نکرده، بلکه محدودیت‌های محرم را بیشتر هم کردند. بر اساس برخی گزارش‌ها در چندین منطقه کابل، پرچم‌های محرم و سقاخانه‌ها از سوی گروه طالبان برچیده شدند. مجمع جهانی هیئات و مواکب حسینی وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا فعالیت‌های ویژه محرم الحرام 1445 خود را در کشور عراق آغاز کرد. فعالیت این هیئت از شهر مقدس نجف آغاز شد که تیان هیئت مذکور با حضور در دفتر مرجعیت این شهر با شیخ حسین فدایی و سید عطاالله حسینی مدیر این دفتر دیدار کردند. مقصد بعدی اعضای مجمع جهانی هیئات و مواکب حسینی شهر بغداد و شهر مقدس کاظمین بود. طی این اقدام نیز آنان در مجالس عزاداری هیئت عزای اهالی بغداد الجدیدة المرکزی، هیئت خدمت العشاق الحسین علیه السلام، حسینی بزرگ قصر الزهرا سلام الله علیها و مؤسسه انوار الجوادین علیه ما سلام شرکت کردند و در مقر موکب مؤسسه حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله نیز حضور یافتند. هند یکی از بزرگترین صادرکنندگان برنج با خودداری از ارسال حجم زیادی از بارهای برنج خود باعث نگرانی افزایش قیمت برنج در سطح جهانی شده است. این ممنوعیت به مشکلات قبلی، یعنی شرایط آب و هوایی نامطلوب و تصاعد درگیری‌ها در اوکراین افزوده است. برنج یکی از مواد غذایی اساسی میلیاردها نفر در آسیا و آفریقا است و اگر قیمت آن افزایش یابد می‌تواند منجر به افزایش تورم و هزینه‌های واردات برای خریداران شود. هرچند ممنوعیت ارسال برنج هند با هدف کنترل قیمت‌های داخلی بوده است، اما کارشناسان از افزایش ناگهانی قیمت برنج در سراسر جهان نگران هستند.
میزان تأثیر ممنوعیت هند بر واردات برنج کشورهای آسیای آفریقایی به طول مدت این ممنوعیت و توانایی این کشورها برای تأمین برنج از طریق کانالهای دیپلماتیک بستگی دارد. این کشورها ممکن است همچنان به دنبال منابع جایگزین برای خرید برنج باشند تا از افزایش قیمتها جلوگیری کنند، به ویژه خریدارانی که نسبت به قیمت حساسیت بیشتری دارند. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. منع حضور زنان در مراسم‌های محرم در افغانستان. آغاز فعالیت مجمع جهانی هیئات و مواکب حسینی در عراق به مناسبت محرم الحرام 1445. نگرانی‌ها از افزایش ناگهانی قیمت برنج در سطح جهانی. و در ادامه، بیماری حصبه جان کودکان یمنی را می‌گیرد، 259 کشته و 26000 عفونت در 6 ماه. پلیس هند میگوید 74 پناهجوی روهینگیا را به دلیل زندگی غیرقانونی در ایالت شمالی اوتارپرادش دستگیر کرده است، در حالی که فعالان مدنی و حقوق بشری در میانمار، هند و بنگلادش برنامه جدید دولت و پلیس هند علیه آوارگان روهینگیا را سرکوب خودسرانه مردمی که از خشونت می‌گریزند می‌دانند. به نظر می‌رسد این موج دستگیری‌ها ادامه دارد. پلیس هند در بیانیه اعلام کرد در مجموع در 6 شهر عملیات بازداشت مهاجران غیرقانونی روهینگیا آغاز شده است. دستگیر شدگان شامل 55 مرد، 14 زن و 5 کودک است که در 6 منطقه اوتار پرادش پس از عبور غیرقانونی از مرز زندگی می‌کردند. حداقل یکی از زنان دستگیر شده باردار است. گروه کمپین ابتکار حقوق بشر روهینگیا گفت که افراد بازداشت شده پس از فرار از آزار و اذیت در میانمار حدود 10 سال در این منطقه زندگی می‌کردند. دهلی نو کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد برای پناهندگان را امضا نکرده که حقوق پناهندگان و وظایف دولت‌ها برای حمایت از آنها را مشخص می‌کند و همچنین قوانین داخلی برای حمایت از پناهندگان ندارد. گفتنی سازمان ملل مسلمانان روهینگیا را تحت تعقیب ترین قوم جهان خوانده است. عملیات نظامی ارتش و بودایان افراطی میانمار در تابستان سال 2017 با هتک حرمت، شکنجه، سوزاندن مزارع و همچنین قتل مسلمانان روهینگیا در استان راخین آغاز و در نهایت به فرار حدود 1 میلیون نفر از آنان به بنگلادش همراه شد. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آواز دویست تهیه یک مقاله جالب که در این هفته گزارش داد که چگونه ساکنان یک روستای هندی در منطقه کارناتاکا با وجود اینکه در آن دیگر ساکنان مسلمانی وجود ندارد، همچنان به برگزاری مراسم عزاداری محرم ادامه می‌دهند. اهالی روستای هیربیدانور در سانداتی تالوک با اجرای مراسمی به امام حسین علیه السلام ادای احترام می‌کنند. جالب این که مراسم تعزیه مذکور در تمام روستا در 5 روز پایان ماه اجرا می شود. مردم محلی به این رسانه گفتند که این گونه آیین‌ها که به احترام محرم برگزار می شود بیش از یک قرن است که جزء رسوم اهالی این روستا شده است. روزهای 27 و 28 سپتامبر سال جاری، کنفرانس سالانه حقوق بشر در دانشگاه تورین ایتالیا با حضور تعدادی از حامیان حقوق بشر و اندیشمندانی از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. عدالت برای قربانیان نسل کشی هدف اصلی این همایش ذکر شده است. عنوان این کنفرانس
عنوان این کنفرانس سال 2023 نقض حقوق بشر در افغانستان با تمرکز بر نسل‌کشی هزاره ها می باشد. لازم به ذکر است که تاریخ نشر مقالات این همایش روز 30 دسامبر عنوان گردیده است. مقامات الجزایری روز دوشنبه 2 مرداد اعلام کردند که همزمان با گسترش موج گرما در شمال آفریقا و جنوب اروپا، 34 نفر از جمله 10 سرباز در آتش‌سوزی‌های منطقه جنگلی در شمال الجزایر کشته و دست کم 26 نفر زخمی شدند. آتش‌سوزی‌ها در دمای 48 درجه سانتیگراد و همراه با وزش بادهای شدید شعله‌ور شدند و به مناطق مسکونی نیز کشیده شدند. به گفته وزارت کشور الجزایر، حدود 1500 نفر از 3 استان شرق پایتخت تخلیه شدند. این وزارتخانه افزوده است که 7500 مأمور و 350 خودروی آتش نشانی با پشتیبانی آتش نشانی هوایی برای مهار شعله های آتش بسیج شدند. مرگبارترین آتش سوزی ها در دهه‌های اخیر در الجزایر تابستان 2021 رخ داد که در جریان آن 90 نفر کشته شدند. امروز سه‌شنبه صدای انفجاری در دمشق پایتخت سوریه شنیده شد که بر اثر آن یک دستگاه موتورسیکلت در نزدیکی اتوبوسی در میدان عرضه منطقه سید زینب سلام الله علیها در دمشق دچار خسارت شده است. شنیده شدن صدای انفجار در حالی اتفاق افتاده که از منشأ و ماهیت آن اطلاعی در دست نیست. این انفجار منجر به مجروح شدن 2 نفر شده و علاوه بر آن منجر به خسارات مادی دیگری به برخی از مراکز و ساختمان‌ها در منطقه گردیده است. آتش سوزی ناشی از این انفجار نیز باعث ایجاد نگرانی در مردم منطقه شده است. در گزارشی که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل در یمن منتشر کرد، از مرگ 259 کودک یمنی و ابتلای حدود 26 هزار نفر به بیماری حصبه در سال جاری خبر داد. این دفتر کمپین هایی که علیه تزریق واکسن این بیماری تبلیغات گمراه کننده انجام می دهند و نیز گروه هایی که مانع اطلاع رسانی و فعالیت کمپین های آگاهی بخش برای تزریق این واکسن می شوند را دو عامل اصلی افزایش تلفات انسانی در مناطق تحت کنترل حوثی ها در یمن برشمرده است. در گزارش سازمان ملل که توسط خبرگزاری اخبار شیعه پیگیری شد، تأکید شده که این عوامل بازدارنده میزان ابتلا به این بیماری را تا 96% افزایش داده است. در ادامه این گزارش آمده که ارائه 2 یا 3 دوز واکسن حسب می توانست از شدت وخامت اوضاع و تشدید این بیماری جلوگیری کند، زیرا 88% کودکان مبتلا به حسب هیچ دوزی از واکسن را دریافت نکردند. کارشناسان بهداشت بر این عقیده‌اند که با استفاده از واکسن از حسب فلج اطفال و سایر بیماری‌های در حال گسترش در یمن که بدترین بحران انسانی در جهان را تجربه می‌کند می‌توان جلوگیری کرد. در این گزارش همچنین آمده است که میزان بالای سوء تغذیه شرایط گسترش بیشتر حسب و عفونت‌های شدیدتر را بیشتر کرده و باعث افزایش مرگ و میر در میان کودکان گردیده است. سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد که قرار است کمپین واکسیناسیون علیه شیوع حسب در 3 ماهه 3 سال جاری با مشارکت مقام‌های حوثی واکسیناسیون تمام استان‌های تحت کنترل ذیل پوشش خود قرار دهد. مروری دوباره به سرخط خبرها. منع حضور زنان در مراسم‌های محرم در افغانستان. آغاز فعالیت مجمع جهانی هیئات و مواکب حسینی در عراق به مناسبت محرم الحرام 1445. نگرانی ها از افزایش ناگهانی قیمت برنج در سطح جهانی.
هند 74 مسلمان روهینگیا را بازداشت کرد. و بیماری حصبه جان کودکان یمنی را می‌گیرد. 259 کشته و 26000 عفونت در 6 ماه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.